خب درود عرض ادب دوباره خدمت همه عزیزان. امروز ما افتخار اینو داریم که در کنار خانم دکتر میترا بابک باشیم که خب نیاز به معرفی ندارند، ایشون همه عزیزان آشنا هستند با خانم دکتر و خب یک موضوع بسیار مهمی رو هم انتخاب کردیم، مسئله ای که امروزه ایران ما، افغانستان و سایر کشورهای اسلامی متاسفانه با این مشکل دست و پنجه نرم میکنند و این موضوع هم ریشه داره در همان جایی که ریشه تمام مشکلات ماست و فکر کردم بسیار میتونه لایو پرباری باشه با حضور خانم دکتر که ما بتونیم ریشه های این رفتار و اعمالی رو که 1400 ساله داره در جامعه ما پیاده میشه، هر روز و هر روز ما شاهدش هستیم، رو ریشه یابی بکنیم تا بتونیم بلکه برای فردای بعد آزادی ایران با یک توشه پرتری به سمت آزادی حرکت بکنیم. بفرمایید خانم دکتر، هستیم در خدمت شما، بشنویم سخنان ابتدایی شما رو و بعد من یکی دو مورد از موارد تاریخی و روایی رو عنوان بکنم و بعد چند سوالی که ما با هم دیگر هم فکری کردیم یه تعدادی از دوستان که در این برنامه بهش بپردازید. شما خواهش میکنم. درود بر خودت موری جان، بر درود بر همه زحماتی که میکشی. خوشحالم که من فکر میکنم اولین باره که نه دومین باره که لایف هم دیگر رو میبینیم و موضوعی هم که شما انتخاب کردید موضوع خیلی خیلی مهمیه که متاسفانه هزاران سال این مشکل به خصوص از ادیان ابراهیمی و طبیعتا بعدش هم که همچنان اسلام ما گرفتارش هستیم و تا زمانی که ما این آگاهی رسانی رو نکنیم، آگاهی رسانی عقیدتی دینی رو نکنیم، متاسفانه خانواده ها همچنان در قرن 21 فکر میکنن که حرف پیغمبر و حرف امامان درست است و ما باید همچنان همراه آنان باشیم و اصلا فکر نمی کنن که الان قرن 21 اصلا فکر نمی کنن که چه اتفاقاتی بر روح و روان یک کودک میفته. اینجاست که وقتی که تو اعتقاد داری و به اعتقادت بسیار زنجیر هستی، افکارت هم زنجیر میشه و خشک میشه و نمیتونی غیر از افکار خشک شده خودت ابعاد دیگری رو ببینی. متاسفم من در کنارتون هستم، هر سوالی که دارید بفرمایید. سپاس از مهرتون. بله، من ابتداعاً میخوام رجوع بکنم به دو منبع، ابتداعاً یکی از منابع دوستان عزیز اهل سنت و سپس از دوستان عزیز شیعه. با کتاب صحیح بخاری شروع میکنم تا ریشه این عمل، حالا امیدوارم که بانو بابک به این مورد هم اشاره بکنن که یک کودک، دوستان عزیز، هرگز نمیتواند یک همسر باشد، یک کودک نمیتواند ازدواج بکند. این اسمش کودک همسری نیست، این اسمش کودک آزاری است. حالا میریم به سراغ امام بخاری در حدیث 3894 تا ببینیم که امام بخاری در باب این سنتی که برای ما به جا مانده چه آورده. از علی ابن مسهر، از هشام، از پدرش روایت است که عایشه گفت پیامبر مرا به همسری گرفت و من دختری 6 ساله بودم. ما به مدینه آمدیم و در قبیله بنی حارث ابن خزرج سکونت گزیدیم. سپس تب کردم و موهایم ریخت، بعد موهایم رویید و تا دوش من رسید. مادرم ام رمان آمد و من بر ریسمانی سوار بودم. منظور همون تابازیه که کودکان در خردسالی انجام میدن و همراهان من با من بودند. مادرم من را صدا کرد، نزد وی رفتم و نمی دانستم که از من چه می خواهد. دست مرا گرفت تا آنکه مرا بر در خانه توقف داد و همانا نفسم به شماره افتاده بود. تا آنکه اندکی آرام شدم، وی مقداری آب گرفت و بر روی و سرم کشید، سپس مرا در خانه داخل کرد که در آن زنان انصاری بودند. آنان گفتند نیکی و برکت و بهترین سرنوشت تو را نصیب باد. مادرم مرا به دیشان سپرد و آنها مرا آراستند.
رسول مرا در نیافت مگر به وقت چاشت و مرا به او سپردند و من در آن روز دختری 9 ساله بودم. یعنی ازدواج رسول اسلام با عایشه ام المؤمنین که سنتی مانده برای ما به یادگار از 1400 سال پیش تا کنون، کودکی که داشته بر روی تاب با دوستان خودش با کودکان دیگر بازی می کرده، از روی جهل پدر و مادر سپرده شد به یک مرد 52 ساله. و این نکته بسیار مهمیه و امیدوارم به این نکته هم بانو اشاره کنن که این جهل پدر و مادر تا کجا میتونه جامعه ما رو به قهقرا ببره. خب من زیاد سخن نگم و برم سراغ منبع شیعی از کتاب اعلام الورا صفحه 213 که ببینیم تبرسی از بزرگترین علمای تشیع در این باب چه آورده. پیغمبر عایشه را در مکه تزویج کرد در حالی که 7 سال بیش نداشت. حضرت رسول جز عایشه با زن بکری نکاح نکرد و در 9 سال عمرش با وی زفاف کرد و این زفاف پس از 7 ماه اقامت در مدینه انجام گرفت و عایشه تا دوران خلافت معاویه در دنیا بود. خب ما این سنت رو 1400 ساله که داریم، هر روز بدون اینکه هیچ گونه شناختی داشته باشیم نسبت به این دین عزیز و این سنت عزیز به جای می آوریم. حالا برای من یک سری پرسش هایی در این مابین در طی این گذر 1400 ساله به وجود میاد که خب پاسخش هم امروز جلوی چشممونه. حکومت اسلامی که این مشکلات رو در ایران ما به وجود آورده. اولین پرسشی که من میخوام از خانم دکتر بپرسم اینه که این کودک همسری که به نوعی کودک آزاری است، چه مشکلاتی رو میتونه برای این قربانیان جهل 1400 ساله که این دخترکان بینوا هستند به وجود بیاوره؟ اولا موری جان خوشحالم که هم حدیث سنی و هم حدیث شیعه رو خوندیم. میدونیم، مخصوصا من و شما میدونیم که الان در کلاب هاوس اینا دیگه شدیداً کم آوردن و با وقاحت تمام پارسال بود در یکی از اتاقایی که از این آخونده به من گفت اصلا کی گفته که عایشه 9 ساله بوده، عایشه 27-28 ساله و مطلقه بوده. به من گفت، در جواب من گفت. یعنی این دیگه نهایت اوج رو ما داریم میبینیم از رذالتی که اینا پیدا کردن و این که هیچ جوابی نمیتونن بدن. و یادمه که به یکی از این آخونده بهش گفتم دختر داری؟ گفت بله. اول از پرسیدم که دختر داری؟ گفت بله 25 سالشه. گفتم فکر میکنی آمادگی ازدواج داره؟ گفت من فکر نمیکنم هنوز آمادگی ازدواج داشته باشه. بعد بهش گفتم آیا اجازه پیامبر میگه 9 ساله میتونه ازدواج بکنه؟ که او هم دوباره کم آورد و گفت که دروغ است، دروغ است و عایشه 9 ساله نبود. مسئله بسیار مهم اینه که هم حدیث سنی و هم حدیث شیعه و هم آیه طلاق، همه اینا نشان دهنده اینه که کودک همسری بوده، در زمان محمد بوده و روایات بسیار زیاده. الان به آخوندای حکومت اسلامی جمهوری اسلامی نگاه نکنید، اینا اصلا خدای دروغ هستن. اصلا کلن خب اسلام خودش خدعه داره، دروغ مصلحتی داره، ولی میدانیم که سنی و شیعه اینو اعتقاد داشته و همچنان هم دارند که دختر باید، چون دختر همینه که یه ذره سینش در میاد، باید زود شوهرش بدی بره که آبروی ما نره. مسئله آبرو، مسئله غیرت، مسئله تعصب، این سه تا سمومیه که متاسفانه در تزریق شده ادیان، به خصوص ادیان ابراهیمیه، به خصوص یهودیت و اسلام. اگر ما الان به یهودی‌ها نگاه کنیم، یهودی‌های ارتدوکس رو اگه ما نگاه کنیم، واقعا نهایت بی‌انصافی به زنانه. یعنی انقدر زن ستیزی به وضوح دیده میشه در زنان یهودی ارتدوکس
و مردان یهودی ارتودکس و زنان یهودی ارتودکس متدین و معتقد همچنان این فلاکت رو در قرن 21 در کشورهای بهترین کشورهای دنیا دارن زندگی میکنن و همچنان پذیرفتن این قضیه رو. اینا یعنی دیگه فاجعه نقض حقوق من نوعی، من زن، من مرد و من کودک طبیعت. ولی برگردیم به مسئله کودک که چه اتفاقی میفته. ببین کودک، ما داریم بهش میگیم کودک و میدونیم که الان ما زیر 18 سال دیگه کودک حساب میکنن، دیگه نوجوان هم نمیگن، کودک زیر 18 سال کودک هستش. و کودک حالا 6 ساله، 9 ساله، کودک 10 ساله که ما میدونیم 15 هزار تا ما کودک همسری در همین یک سی دو سال اخیر در ایران داشتیم، حدود 5 هزار تا هم در بینشون طلاق. و شما فکر کنید تو این 15 هزار تا، یا این 10 هزار، تو این 15 هزار تا چند تاشون بچه دارم شدن. فاجعه، حالا به اون قسمت فاجعه بچه داریشون هم میرسیم. کودک اسمش کودکه، کودک باید بازی کنه. شما اگر حیوان رو نگاه کنید دائما مادر با کودک بازی میکنه و این جزء نیچره، باید بازی بشه با کودک چون سلولای مغزش رشد پیدا میکنه، هورموناش رشد پیدا میکنه و دائما اگه دقت کنیم تازه حیوان تا آخر عمرش هم یه جورایی هنوز اون بازیگوشی و بازیش رو دوست داره. انسان هم همینطوره. و کودکی که داره کودکی میکنه، محمدی که از خدیجه بیبه سالیان سال صبر میکنه که همون بس یک کوئسشن مارک بسیار بزرگیه که حالا در موردش قبلا یک کوتاه صحبت کردم، باید حتما در آینده در اتاقهای زده بشه در مورد اون سکوت یک دفعه از یک زن بیوه به یک کودک و کودک باکره. این خودش بحث بسیار مهم روانشناسی داره. ولی میبینیم که آمد و این کودک زیبا رو دید که 6 سال است و به ابوبکر که برادرش بود، برادر دینیش بود، و ازش خواست که دخترش رو بهش بده که اون ابوبکر شوکه میشه، میگه این کودک است. ولی بهش میگه خیلی خوب، حالا لطف میکنه، میگه صبر کنیم تا 9 سال. یا 9 سالگی رو مهر میزنه برای کودک، همسری کودک، یعنی یک خیانت تاریخی که امیدوارم بارها اینو گفتم روزی دادگاهی باز بشه، دادگاه مجازی یا دادگاهی باز بشه برای الله مسلمان، الله اسلام و محمد. برای اینکه کودک همسری بالا یکی از دردناکترین آسیبیه که به بشر زده شده، چون این کودک فقط دختر که نیست. یادتون باشه اینو، ما الان پسر کودک همسری هم داریم، فقط دختر کودک همسری. دختر کودک همسری طبیعتا بیشتره، برای اینکه دختر آبرو میبره، دختر تعصب روی دختر خیلی زیاده. ولی خانواده های متدین پسر 15 16 ساله 17 ساله رو مردش میکنن و مرد خانش میکنن، همسرش میکنن و پدر فرزند میکنن. یعنی این خیانت محمد هرگز از نظر روانشناسی هرگز نباید بخشودگی داشته باشه، برای اینکه نسل ها رو نابود کرده. کودکی که داره بازی میکنه، کودکی که میخواد کودکی بکنه، یک دفعه کودکی رو ازش میگیرن و پرتش میکنن به دوره جوانی، حتی مرحله نوجوانی رو هم نمیتونه بگذرونه، پرتش میکنن که تو حالا دیگه زن شدی. و ما تو زندگی عادی معمولی همین الان هم میبینیم دختر بچه یه خود بخنده، یه خود جیغ داد بکنه، مادر میزنه به صورتش، میگه آبرومون رو بردی، صدا 6 تا خونه اون ورتر هم رفت. و اون خندرم حتی از کودک تو مخصوصا دختر بچه میگیرن، شادی رو از دختر بچه میگیرن. و حال یه دفعه این کودکی که داره کودکی میکنه اصلا واژنش آمادگی نداره برای بستر، برای مرد بزرگی که اون و وحشیگری که ببینید یکی از بزرگترین درد اینجا اینه که همون مرد هم قربانیه، برای اینکه اون اصلا نمیدونه معشوق بودن یعنی چی، او اصلا نمیدونه زن چگونه باید آماده ی رابطه جنسی بشود یعنی چی، چگونه تحریک بشود یعنی چی. فقط چیزی که میدونه آلت تناسلی خودشه و تند و سریع با خشونت برخورد بکنه و بسیار دردناکه برای زنی که
ترسیده برای زنی که دوست نداره. من یکی از تخصصام سایکوسکشوال تراپیه، برای هر زنی که دوست نداره، دلش نمیخواد، حتی دعواش شده با همسرش، اون لحظه